با درود فراوان، بنفشه طاهری هستم. با برنامه دیگری از پادیابند در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث امروز ما نواندیشی و روشنگری در زمینه فلسفه جشنهای یهود هستش. مهمان برنامه ما جناب آقای رحیمی، کارشناس ارشد فلسفه یهود و تلمود هستند. به برنامه ما خوش آمدید. با سپاس از خانم بنفشه طاهری که جدا همگام با ما در چندین برنامه بودند. بحثایی که مطرح میشه و پرسشهایی که مطرح میشه درباره فلسفه جشنهای یهود و رابطه آن و پیوند دو ملت پارس و یهود، همینطور جشنهای ایران باستان، ایرانیان و یهود، خیلی جالب هستش که ما بتونیم فلسفه ها رو بتونیم باز بکنیم، شفاف سازی بکنیم، روشنگری داشته باشیم درباره جشن‌هایی که در حال سرآغاز سال یهودیان هست. از یک طرف که روش هشانا خوانده میشه که در اون سه واژه ملخویوت، زیخرونوت و شوفانوت مطرح میشه، یعنی که بار دیگر خداوند رو ما به عنوان شاه و فرد مطلق بر زمین و در آفرینش دوباره میاییم و پردیس و طبیعت رو که آفریده و انسانی رو آفریده به عنوان اشرف مخلوقات میاییم و ستایش میکنیم در روز. و واژه دوم در اصل زیخرونات هست که به یاد باید داشته باشیم آنچه بر ما گذشت، مخصوصا عقیدت ایتخان، آنچه که اسحاق و ابراهیم و جانفشانی فرد برای خدای خودش و آنچه که خداوند قربانی نمی طلبد و به دنبال انسان مداری هستش و حتی به جاندار نیز باید رحم و مروت داشت، چه برسه به انسان و فرزند خودش. بحث سومی که مطرح شده بود در سرآغاز سال یهود شفارات هستش و اون شفار همینطور که شاخی از گرفته میشه از گوز یا یک جاندار به هر حال قوچ که گفته میشه که جاندار پاکی هست و بهلهی که به هر حال شاخ برای شاخ زدن هست، برای اینکه به کسی دیگه دفاع کردن و از خودش دفاع کردن، اون شاخ رو، شاخ قوش رو یهودیان میگیرن و از آن صفات و ویژگی های حمله و تجاوز و آنچه که برای یک جاندار هست به عنوان یک شاخ و تهاجم و همینطوری گفته شد ستیزه جویی، اون رو میگیرن و از توهی خالی میکنن و برعکسش میکنن و اون قسمتی که به عنوان شاخ خوانده شده که قدرت نمایی رو نشون میده، اون رو میان و از توهی میکنن از درونش و با می نوازند، می دمند درون به عنوان یک سمبولی هست از آزادی، سمبولی هستش از بنی اسرائیل که از مصر بیرون اومدن 3300 سال پیش. و به یاد داشته باشین آنچه گذشت، از کجا آمده به کجا آمدی و در مقابل چه کسی به داوری